بیشترین پناهندگان جهان افغان ها هستند. گزارش اخیر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آمار پناهجویان را ارائه کرده که نامهایشان با آنها ثبت است. این در حال است که شمار زیاد از افغان ها در کشورهای ایران و پاکستان به سر میبرند و ثبت کمیساری عالی سازمان ملل نیستند. در برنامه امروز گزارش ها و گفتگوهای داریم در مورد پناهندگان افغان. با کاروان همراه باشیم. سلام، زه داود صدیقی یم او تاسو کاروان ګورئ. افغانستان د نړۍ تر ټولو ګڼمیشته هیواد نه دی، خو تر ټولو زیات کډوال په نړۍ کې لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په وروستي رپورټ کې راغلی چې 2.1 میلیونه افغانان د بېلابېلو ستونزو له کبله په پردیو ملکونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د وروستي رپورټ په هکله له اسلام آباد څخه د امریکا غږ خبریالې شیرون بهین یو مطلب چمتو کړی چې رونا دوراني ورزنګ به یې تاسو ته وړاندې کړي. په نړۍ کې تر هر بل هیواد څخه افغان مهاجر زیات دي. زیات شمېر یې په کمپونو او ګڼ میشتو سیمو کې ژوند کوي، لکه د پاکستان د مرکز اسلام آباد څخه دغه لرې پرته سیمه. ډاکټر نظر محمد 13 کاله مخکې له افغانستان څخه دې ځای ته مهاجر شوی دی. مرم وهي، تاپ هم دی، بجلی ورسره نشته، د سهولتونه ورته نشته، د ماشومانو دپاره مثلا هغه چې څنګه د ماشوم صحت دپاره لازم وي هغه څه نشته. ګرمې هوا په دوی تاثیر غورځوي، یخ هوا په دوی باندې تاثیر غورځوي، نو د دې وجه نه امراض ډېر زیات دي، د ماشومانو بیماري زیاته لیدل کېږي. د 2002 کال را په دې خوا د 15.5 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. 1.1 میلیونه یې همدا اوس په پاکستان کې راجستر دي چې په 80 کمپونو کې خواره واره پراته دي. تقریبا 1 میلیون نور افغان مهاجر بدون له قانوني اسنادو څخه ژوند کوي. په دې غیر رسمي کمپ کې ژوند ډیر خراب دی. ثناګل په دې کمپ کې د 15 کورنیو مسؤلیت په غاړه لري. چانه 200 کوي، چانه 300 کوي، چانه 500 کوي، مثال بانه ورته لټي. زیاتره کارټونه ورسره نه کوي، کور کې کارټ پاتې شوی مې کنه. بس ایسته ډاکسن کې اوروا چي کنه بوې زیاته 15000 دیش کولی، 10000 دیش کولی، پرچایم په کټ کړي جیل ته ملي غلې. سره د دې ټولو ستونزو د ملګرو ملتونو د کمیشنری څخه دنیا اسلام خان اټکل کوي خای په دې نګدیو کې ډیر کم افغانان بیرته هیواد ته ستانه شي. دلته یو مکمل نسل موجوده ده چې دلته په پاکستان کې زیږیدلی دي، په همدې ځای کې رالوی شوی دي، او یوازې هیواد چې هغوی پیژني پاکستان دی. او پاتې شوي نور کسان هغوی نه غواړي د امنیت ستونزو او نورو مواردو په خاطر بیرته هیواد ته ستانه شي. بس له ډیر شو کلونو مهاجرات غلام سرور چې د لسو اولادونو پلار دی او درې لمسیان لري وایي چې هغه په دې کم کې د پاتې کېدو لپاره ډېر دلیلونه لري. چلته کراري سي، حرامي سي، وځي بس موږ ته بس لکه موږ روغ مو غوسي یا بلار سره روغ مو غنه قراري نه جکړې طالبان دی یو شو بشه کنه بوسي اته موږ څه. پاکستان د دې اعلان کړی دی چې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري د دې کال تر پایه پورې دی هلته پاتې شي، او همدارنګه د زده کوونکو او تجارانو د اقامې وخت هم غځولې دي. خو د سرحدونو د چارو وزیر وایي چې حکومت نور د هغوی سره مرسته نشي کولی ځکه د هغوی تعداد ډیر زیات دی. دغه مهاجرین زموږ په اقتصاد باندې ډیر لوی بوج دي او د زموږ لپاره یو ډیر لوی ستونزه ده. په داسې حال کې چې په میلیونونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دفتر وایي چې د هغوی لپاره به ډیره مشکله خبره وي چې بیرته په خپلو کلیو کې ژوند وکړي، او همدا وجه ده چې زیات شمېر یې بیرته پاکستان ته مهاجر شوي دي. رڼا دورنی غورزنګ، واشنگټن. څه موده وړاندې د پاکستان حکومت اعلان وکړ کوم افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري باید خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان د حکومت دغه پریکړې افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی له افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې دغه موضوع ته پاملرنه وکړي. زموږ همکار مصطفی کاکړ د ننګرهار ولایت د تورخم له سرحدي سیمې څخه په دې اکله یو رپورټ راستوله چې ستاسو پام ورته راګرځوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله پروت د تورخم د ښارګوټي له لارې هر ورځ سلګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنېږي. راستنیدونکي کډوال په پاکستان کې د افغان مهاجرینو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یو افغان راستنیدونکي کډوال فردوس په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پاک له داسې وویل:
د افغان ماجر وضعیت ولاګه خې ورور جانه پولیس تنګي ورور جانه دلته چراشم دلته دم تنګي پوښ وې او تکلیف دنو ماجرینو دا هغه اخوا تاسو ولې راغلی مونږ راغلو نو تکلیف ته دغه خوانه راغلو خپل وطنم د خپل وطن ته راغلو افغان حکومت نه څه غواړي افغان حکومت نه خدا غواړي چې دنو ته جبو ته نه چي د پارلمان نه غواړي چې افغانان سره باید همکاري وشي هغه سره کومک وشي چې هغه د پردې ملک نه خلاصي خپل وطن ته راشي په تورخم کې دراستنیدونکو د برخې افغان مامورین وایي د پاکستان د حکومت لاغې پریکړې وروسته چې تر مخه په پاکستان کې میشتو غیر راجستر شویو افغان مهاجرینو ته ویل شوي چې خپل هیواد ته ستانه شي هره ورځ د تورخم له لارې لږ تر لږه 200 کورنۍ افغانستان ته راستنیږي. عزیز احمد یو بل راستون شوی کټوال له افغان حکومت څخه داسې غوښتنې لري. کور ځای نه لرو وروره پوه شوې د کور ځای نه لرو په حال به اوسو چې پارې ډاکې مواړول دغه خبره ده نور نشته پخوانی کورونه یوه کوټه ونو په هغې باندې اوس نه کېږي اوس موږ درې څلورونه یو په هغې یوې کوټې کې به څه وکړو نو دغه نه دا زمونږ د خلاص درخواست دی چې موږ ته ښه ځای راکړی شي نو سهولت یې که نه رنګارنګ سلوتونه راکړي نو موږ انشاءالله ملک زموږ افغانستان خاوره زموږ مور ده داسې حساب و پوه شو او موږ یې د اولاد یو خپلې مور ته اولاد واپس راغی او 50 روپۍ باندې پرېږدي چانه 200 چانه 500 چانه 600 وایي بې عزته کوي مو جیلونو کې ماچ او چې بیا ورته پیسې نه ورکوي هغې رانیسي بیا بې ته 1500 پاسه اوټ کوي او ښه یې پرېمانه وایي او که پیسې 4000 په موقع ورکوي هغه دکه خوار غریب ځي هغه نور هم وایي او په جیلونو پراته ځي. له ګاونډي هېواد پاکستان نه د تورخم له لارې افغانستان ته راستنېدونکي افغان کټوال وایي چې د راستنېدنې پر مهال د کټوال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر لخوا ورته د نفر په سر $100 ورکول کیږي. خو دوی له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د سرپنا په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو ریاست د تورخم بندر د انتقالاتو د مدیریت مدیر سمیع الله د دغو ستونزو د منلو ترڅنګ وایي دوی هڅه کوي د راستنیدونکو افغان کټوالو د نورو ستونزو د حل ترڅنګ هغوی ته د سرپنا زمینه هم برابره کړي. د نمرو د ویښ پروګرام لري. موږ اوس دلته دوه ښارګوټي لرل چې یو د شیخ مصري ښارګوټی او یو د چمتالی ښارګوټی. نو شیخ مصري ښارګوټی ځمکه پوره شوې ده، هغه توضیح شوې ده خلکو ته، او چمتالی ښارګوټی کې لږ څه کمه محدوده ځمکه پاتې ده چې هغه هم اوس ځینې ستونزې لري، نو کمې نمرې پکې پاتې دي، نورې هغه هم توضیح شوي. او د ننګرهار د مهاجرینو ریاست په تلاش کې دی چې نور ځمکه ورته پیدا کړي او هغوی ته بې کوره بې ځمکه خلکو ته بس نمرې توضیح کړي. د افغان مهاجرینو په خبره د تورخم په سرحدي سیمه کې افغان مهاجرین د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. تاسو د پاکستان د پولیس تصویر وینئ چې له یو افغان نه د پیسو اخیستلو په حال کې لیدل کیږي. د افغان مهاجرینو د وضعیت په هکله مو غوښتل په کابل کې د پاکستان له سفارت سره خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک مرکې ته حاضر نه شول. دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ګډه سرحدي سیمه ده، چیرې چې د ورځې سلګونه افغان مهاجر له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راځي. شهرک رهایشی در غرب هرات برای پناهندگان افغان ساخته شده است. این شهرک که به کمک مالی ریاست عودت مهاجرین و شماری از مؤسسات خارجی برای کسایی ساخته شده که از ایران برمیگردند و سرپناه ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فاروق فیضی. شهرک مسکونی سعادت که در محدوده 6200 جریب زمین ساخته شده است، مخصوص مهاجرین عودت کننده می باشد که در جریان سالهای گذشته خط اندازی و اعمار شده است. در این شهرک معمولا عودت کنندگان مسکن گزین می شوند که از خود سرپناهی نداشته باشند. به این شهرک هر زمینه با ما مساعد شده، الحمدلله جای با ما داده شد برای موقتی. ارباب و مقصد رئیس شورا قدیمه کمک کرد، دیگه کلانه کمک کرد، برای ما جای پیدا کرد. تقریبا ما 40 فامیل هستیم. تقریبا زندگی ما یک سال نزدیک است، 8 ماه تقریبا میشه. 7 ماه 8 ماه بمی چی میشه که ما می زندگی میکنیم و زندگی ما الحمدلله فی الحال خوب روان است. این شهرک که در 40 کیلومتری غرب شهر هرات موقعیت دارد،
در حال حاضر بیش از 100 فامیل در آن زندگی می نمایند که با مدت دم از سوی مؤسسه هلپ نیز کمک های غذایی دریافت می نمایند. تمام فامیل وقتی میای به مؤسسه هلپ جذب میشه، از خرد تا بزرگ مستحق یک جیره غذایی میشه که ما بر اساس محاسبه ای که از بودجه که روی دست داریم داره اینه که روز 60 افغانی فی نفر باید از این فامیل مستحق امتیازات بشن که از این 60 افغانی در روز 10 افغانی از او پول نقد است، 50 افغانی و مواد غذاییه. هرچند این شرک مسکونی از لحاظ امکانات بسیار در سطح پایینی قرار دارد، اما از سوی مؤسسه هلپ برای باشندگان آن برنامه های مختلف فن و حرفه نیز آموزش داده می شود تا از این طریق بتوانند امرار معیشت نمایند. شرک ما صنف های حرفه است، حرفه آموزی. صنف ما صنف قلیم بفی داریم، صنف شل بفی داریم، زراعت داریم، نجاری داریم، قبلا کوزه‌گری داشتیم که خیلی هم مفید واقع میشه. اگر اینجاگا خانم ها حرفه یاد میگیرن، بر اینا هم مواد غذایی داده میشه، همی که بر اینا به صورت پول نقد هم داده میشه. همچنان مسئولان در اداره عودت مهاجرین هرات میگویند قرار است در آینده نزدیک خانه های مسکونی بیشتر در شهرک سعادت ساخته شود تا در اختیار عودت کنندگان گذاشته شود. شهرک سعادت یا شهرک تقینقی به مساحت 6200 جریب زمین که حاوی 13500 نمره رهایشی میشه در سال 1384 توسط مسئولین افتتاح شده و از این جمله زمین ها فاز اول از او به تعداد 1052 نمره زمین به مستحقین از او توزیع شده و حدوداً 420 نمره از او اعمار شده که عملاً بیش از 100 فامیل در شهرک سعادت زندگی میکنند. هم اکنون بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند که اکثریتشان به خاطر بیکاری، فقر اقتصادی و نداشتن سرپناه به داخل افغانستان در آن کشور به زندگی مهاجرت ادامه می دهند. فاروق فیضی، هرات. د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو شتون او وچکالۍ ډېرې کورنۍ دې ته اړ کړې چې خپل کورونه پرېږدي او د ښار شاوخوا نږدې برخو ته چې له ښه امنیت څخه برخمنې دي مهاجرت وکړي. دغه کورنۍ اوسمهال له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او نشي کولی بېرته خپلو کورونو ته ستنې شي. نوی متل د یوې مهاجرې کورنۍ په هکله یو رپورټ برابر کړی چې په ګډه به یې سره وګورو. ډېری دغه بې ځایه شوي کډوال د بلخ ولایت په للمو سیمو کې اوسېدل چې د څو کلونو وچکالۍ له امله دلته راکډه شوي او د ژمي سړې او د اوړي تودې ورځې تر خیمو لاندې تېروي. ویل کېږي اوسمهال د بلخ په ولایت کې د بې ځایه شویو کډوالو شمېر شاوخوا شپږ سوه کورنیو ته رسېږي. د دغه کورنیو له جملې څخه یو هم د جلال الدین کورنۍ ده چې له یوه کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره د مزار شریف د دېدادي سیمې په یو کمپ کې تر خیمې لاندې ژوند کوي. این همیشه از پارسال خوب کشت و زراعت هم نبود و از گشنگی یا از نوار آمی و میشه آمدیم. اینه به مخیمه یک سال میشه به رقم گزاره کده ششتیم. جلال الدین وای ده وچکاله ترچنگ ده دولت ده وصلوال و مخالفین گواخونو ده خپل سیمی او کختوکار پیخودو او دلتا را کده که دوتا مجبور کردی. اقا وای چه ده دولت مخالفین ورد سخ نفر او پیسی گوختی. خوانم این ناورامی بود دیگه دست طالبان بود و می آمد و با ما نفر بیتی می کرد و یا خرج بیتی می گفت و از این گپا بود که ما از این دست ناورامی همی جا آمدیم دیگه. روز خود در طرف او وقتی گفت همی جا آمدیم و پردیم و پالی دولت شما گفت. دیگه از این ناورامی بوده که همی جا آمدیم. به دیر دول مهاجرتونه که دیرای وقتونه دندکنی وال خبره للیک لاست او خوانزی چه خدمه شمانه دو ببرخی پاته که دو موضوعی. ډیری وختونه ماشومان له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره کار کوي او په دې توګه نشي کولی سبق ووایي. مهراب الدین چې د جلال الدین زوی دی وایي دوی بې وزلې دي، نو کله چې غواړي کار وکړي او له دې لارې خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي په ښوونځي کې له سبقه پاتې او غیر حاضرېږي. ورځ کې کار پیدا کوي میرم آیتا و میخشامه که باز روز میرم باز روز ما غیر آزر میکشم. لبل خواب یا جلال الدین لدولت او نریوال مرستنده یا طولانو سخه گیله منده ای. او وای چه لیه وکال رئیس ورسر دولت او نریوال طولانو کومد پانوار مرستنده کرده.
خود دا چه لک تر لگه پیوام نسیمه که ده دولت ده مخالفین لفشار او زور پرات جوند کوی خوشحاله دی او وای نغواری ده امنیت پنشتون که خپلی سیمه تستون شی. نعیم عطل، امریکا غاک تلویزیون، مزار شریف. کاروان به نظریات شما عرض می گذارد. به همین منظور در شبکه های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، ویب او ایمیل للاری لمکسر به هر زی او هر وقت که اریکه نیوله شوید. کاروان ساز ورندیزون او نیوکه پفام که نیسید. لطاس طولو چکا دیر دیر من نشد انترنت لاری کاروان گوری او پاره خپل نظر سرگنده وی. تیرونی پا افغانستان که دی پانگوونو پاک لغا گیدو. سهار ساقزی لجلال آباد علی کلی دی زما په نظر کلیوی خو افغانستان د ښه پانګونې لپاره وړ وي. د نه امنیت او خرابې وضعې په خاطر هر څوک زړه نښه کوي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. مننه، تل ستاسو د نظرونو په تمه یو. خالد حسینی نویسنده معروف و سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور پناهندگان در نشست خبری حضور یافت که از طرف UNHCR در پرس کلاب واشنگتن دی سی برانداخته شده بود. در این نشست وی در مورد مشکلاتی که پناهندگان و بیجا شدگان افغان با آن روبرو هستند به خبرنگاران معلومات داد. در مورد توجه کنین به این گزارش. خالد حسینی نویسنده رمان معروف کاغذپرانباز از سال 2006 بدین سو سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور پناهندگان است. و چون خود تجربه پناهندگی و زندگی در غربت را دارد، می گوید رابطه عمیق و احساس همدردی با پناهندگان دارد. یکی از چیزهایی که مرا به نحو متاثر ساخت دیدن میلیون ها مهاجری بود که در حالات و شرایط متفاوت از من کشورشان را ترک کرده بودند. آنها به ایران و پاکستان پناهنده شدند و در کمپ ها به زندگی پرداختند و سختی های را تحمل کردند که من هرگز با آن روبرو نشدم تا بتوانم خود را به حیث یک پناهنده با آنها مقایسه کنم. با وجود این همه تفاوت، یک نوع ارتباط و نزدیکی را با آنها حس می کنم. حسینی بارها به افغانستان سفر کرده تا وضعیت نگران کننده پناهندگان افغان را که توجه جهانیان را به خود جلب کرده از نزدیک ببیند. او از ضرورت برگشت افغانها به کشور صحبت کرد که درگیر منازعات سیاسی و نظامی می باشند. Afghans have always been very willing to return home if the current. افغان‌ها همیشه می‌خواهند در صورت مساعد شدن شرایط به کشور برگردند. ولی از آنجایی که شما نیز در جریان هستید، بی‌امنیتی در حال زیاد شدن است و چون افغانستان یک کشور فقیر است، کار هم کم است و مردم به زمین‌های محدود برای سرپناه و خدمات ابتدایی دیگر دسترسی دارند. از سال 2008 بدین سو در رقم بازگشت مهاجرین افغان به کشور کاهش یک نواخت به ملاحظه می‌رسد. امروز گفته شد که افغان‌ها بزرگترین گروه مهاجرین دنیا را تشکیل می‌دهند و هم بزرگترین گروه کسان را که خواهان پناهندگی در کشورهای دیگر هستند. افغانستان با بیشترین پناهنده در جهان همواره یکی از کشورهای مورد توجه کمیساری عالی سازمان ملل بوده. اما با آن هم شمار زیاد از آوارگان افغان بدون حمایت و دسترسی به ضروریات اولیه زندگی را با مشقت سپری می‌کنند. افغانستان دارای بزرگترین و طولانی‌ترین تاریخچه مهاجرت نزد سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد می باشد. ما با تقریباً 3 میلیون مهاجر افغان در بیرون از کشور و 500 هزار بیجا شدگان داخلی سر و کار داریم. بنابراین نیازمندی هایی را که آنها در چنین یک وضعیت دارند بسیار پیچیده می باشد. ما کوشش می کنیم تا توجه خود را به بعد بشری مهاجرت و بیجا شدن های سیاسی معطوف کنیم. در آخر نشست از آقای حسینی پرسیدم به صفت حامی پناهندگان افغان چی پیام به جهان دارد. بسیار مردم در غرب مخصوصا در امریکا چندان آگاه نیستند که این مشکلات شرایط به مابین افغانستان به مردم چی است. میفهمند که یک کشور غریب است، اما درسته ای نمیفهمند که مثلا میلیون ها نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند و بسیار زندگی برایشان مشکل است، چون خانه نیست، کار نیست، او نیست. همین گپار مردم نمیفهمند. امید ما ایست که اگر همین شرایط به افغانستان که است به تشریح داده شود، شاید که مردم خواسته باشند که کمک کنند. آقای حسینی به کارش به حیث مدافع آوارگان با سازمان ملل ادامه خواهد داد، زیرا وی میداند که یک فرصت بی‌نظیر برای به دست آوردن کمک از اشخاص و سازمان‌هایی را دارد که می‌توانند و می‌خواهند به دیگران کمک کنند.
تلویزیون بگی 6 بجه از کاروان شروع میشه. کاروان دفعه سیار کاروان با قصه های واقعی در مورد موضوعات حقیقی و با مردمی که کوشش می کنند در جهان تغییر را با وجود آورند نزد شما می آید. ستاسو جون هیلو او خوبونو تا نوی را نوار بخی. کاروان حسه کوی لدیر و کوشنه او شخصی کی سوزخه چه کولیشی مونسر یو زای کی تاسو تا خبر درکی. کاروان ارتباط شما با جهان. مؤسسه دی سی ای ویت یا کمیته هالند برای افغانستان یکی از مؤسسه های غیر دولتی است که از سال 1994 میلادی در راستای خدمات وترنری در ولایت هرات به فعالیت آغاز کرده است. این مؤسسه تا به حال در حدود 1500 وترنر را در سطح افغانستان آماده شده و همچنان بیش از 450 کلینیک صحی که مخصوص درمان حیوانات می باشد در ولایات مختلف افغانستان ایجاد کرده اند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فاروق فیضی. با فراهم شدن شرایط نسبی در افغانستان در کنار دولت و نیروهای خارجی، صدها مؤسسات غیر دولتی نیز در بخش‌های مختلف این کشور به فعالیت آغاز کردند که یکی از این مؤسسات کمیته هالند برای افغانستان است که از سال 1994 در ولایت هرات ایجاد شده است. این مؤسسه بیشتر در بخش ویترنری یا کلینیک حیوانی کار می‌کند. دکتر عبدالقادر فخری مسئول این مؤسسه میگوید کمیته هالند برای تمام دفاتری که در بخش مالداری در افغانستان فعالیت داشته باشند پرسونل تربیه میکند. به افغانستان چون ضرورت به کادر فنی برای مراقبت از صحت و تولیدات حیوانی بوده، ای آدم ها از ساحات مختلفه، یعنی کسایی که معمولا تحصیلات صنف 10، 11، 12 داشتن اونا انتخاب میشن و به مراکز تربیوی پارا ویترنری کمیته هالند که در سه ولایت افغانستان هرات، بلخ و پروان موقعیت داره اینا معرفی بشن و اونا مدت 6 ماه ترنینگ و آموزش میبینن. کمیته هالند تا به حال 1500 وترنر را در سطح افغانستان تربیه کرده و وسایل اولیه صحی را نیز در اختیارشان قرار داده است تا از این طریق در راستای درمان حیوانات در مناطق دور افتاده مالداران را کمک نمایند. ما با قریه میشینیم دیگه، ما اطراف من مالداری زیاد است دیگه، زیادتر مردم با مالداری سرکار دارند، ما میتونیم بر اونا کمک کرده بتانیم. خاطر کورس ویترنری آمدیم به هرات که می تهرات می 6 ماه کورس سفری کنیم ان شاء الله بخیر. باز از اینجا که رفتیم در ولایت خود باز در ولسوالی خود می کلینیک و می کار خود پیش ببریم. شماری از مالداران در هرات از کمک های کمیته هالند اظهار خوشی کرده، مدعیند که این مؤسسه از مرگ و میر حیواناتشان جلوگیری کرده است. امروز آمدیم 8 گوسمن بگیریم و به گنج به سشخه بار کردیم، گفتیم مور برو به شفاخونی حیوانات که ما اونا رو ببینیم وکسین کنیم که از درد و مرض و از امی حیوانات از درد و مرض اینو پاک شه. با این همه مسئولان ریاست زراعت هرات نیز هم کاری های کمیته هالند در بخش صحت حیوانات در هرات را مفید برمی شمارند. امروز یگانه خدمات وترنری که برای مالدارای ما میرسانه یگانه چیزی که هست همین کمیته هالند، چشم امید مردم، چشم امید دهقانا ما، چشم امید مالدارا ما، واقعا با اداره زراعت و با کمیته هالند دخته. این مؤسسه نه تنها در ولایت هرات بلکه در اکثریت ولایات افغانستان نیز در بخش‌های وترنری و عرضه خدمات صحی برای حیوانات فعالیت دارد. فاروق فیضی، هرات. احساس د شعر او پیغام د انزور لري خو بیانیدای شي. څوک چې دا هنري وړتیاوې لري کولی شي له ډېرو خلکو سره عاطفي اړیکې جوړې کړي. د پښتو ژبې د شاعر او تکړه انزورګر رومان نیازي د هنري اثرونو په هکله معلومات او له هغه سره مرکه په دې مطلب کې وګورئ چې زموږ همکار مصطفی کاکړ له کابله راستولی دی. اومان نیازی له اوږدې مودې رئیس د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ انزورګري هم کوي. اغه د غنمو لپلالی انزورونه جوړوي چې په اصل کې یو چینایي سبک دی
او د پاسو افغانی شوی. دا د غنم او د روز نه جوړیږي او دا اصلا د چین د خلکو هغه اصیل فولکلور ده، په حساب چې په چین کې دا تقریبا 2500 کاله سابقه لري. په هغه وخت کې د چین د مختلفو امپراتورانو په هغه ماڼیو کې دغه اثار و. په افغانستان کې دا 15 کاله سابقه لري. د روانې اونۍ په پیل کې د پامیر سینما د کتابخار په کتابتون کې د عمان نیازی یو شپېته اونري اثره نندارې ته وړاندې شول. د انځورګرانو په خبره د عمان نیازی د تابلوګانو ځانګیړنه دا ده چې ټوله خبره نه کوي، دا په دې معنی چې یوه برخه یې دی کوي او د بشپړولو لپاره یې موږ ته موقع راکوي چې په خپل خیال کې بشپړ کړو، چې همدغه سبک نن سبا د معاصر اونر ځانګیړنه ده. دوی د موضوعګانو او محتوا له اړخه د عمان انځورګري ستایي. په دې نندارتون کې ما ډېر جالب او ښکلي تصاور ولیدل او ډېر خوښ یم چې د لومړي ځل لپاره په داسې هنري نندارتون کې ګډون کوم، او په رښتیا هم چې ډېر ښایسته او ښکلي تصاویر مې دلته تر سترګو شول. ښاغلی عمان په خپلو انځورونو کې د غنمو د دروزې د اوښو له سریخ یا کاهي سریخ په څیر له طبیعي موادو او د سوځولو لپاره له منقل څخه ګټه اخلي. نوموړی وایي انځورګري یې په فلکلور، شاعرانه، ذهني موضوعګانو، تاریخي شخصیتونو، پیښو او میراثونو راڅرخي. ښاغلی عمان پر انځورګرۍ سربیره شاعر او لیکوال هم دی. عمان صاحب یو ډېر زیات خلاق او ډېر زیات تکړه لیکوال دی چې زه فکر کوم اکثر خپل دغه وخت چې کله فرصت وخت ورته پیدا کېږي نو په همدغه اثار لیکلو کې مصروف وي، او زه داسې فکر کوم چې هغه یګانه کس دی چې همیشه غواړي چې یو شی خپله ولیکي او د خلاقیت نه خپل کار واخلي. کوم شیان چې دی لیکي یا دی جوړوي نو دا ټول د ده خپل خلاقیت ښیي. نو ډېر فعال، ډېر پر انرژي کار کوونکی دی او خپل مسلک ډېر زیات وارث سړی دی. عمان نیازی په خپل اونر کې مخکخ او خپلواک دی. د ډیرو انځورګرانو په وینا په افغانستان کې دغه په سبک څوک انځورګری نه کوي. نن سبا عمان یوازینی انځورګر دی چې له دروزو انځورونه جوړوي. د ښاغلي عمان د شعرونو ستره ټولګه د روان کال د غبرګولي په میاشت کې له چاپه راووتله. له ښاغلي عمان څخه مې د کتاب لوستلو د دود په اړه وپوښتل. کومو کلونو راهیسې چې پوهنتونونه فعاله شوي دي، مکتبونه فعاله شوي دي، طبعا له دې سره ځوانان او مشران ټول دې ته ډېر زیات لیواله دي چې ښه کتابونه وګوري، ژباړې دي چې د هغو له برکت هم خلک ډېر نوي څه چې فرضاً د ناولونو دي، د کیسو دي، ځینې نور ډېر مهم اثر چې علمي ارزښت لري هغه را ژباړل شوي دي. نو اوس لکه څنګه چې تاسو ګورئ هم د کتاب مینوال ډېر دي او هم ښه کتابونه ډېر پیدا کېږي، هم ډېرې کتابخانې جوړې شوي دي. عمان نیازی او د نظر خاوندان سپارښتنه کوي چې د پلالي د انځورګرۍ په برخه کې باید نور ځوانان وروزل شي او دغه مهم هنر لا پیاوړی شي. محمد مصطفی کاکړ، کابل. ای بود داشته های کاروان ای هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. لحظات اخیر برنامه است. با استفاده از فرصت می خواهیم روی چند نکته اشاره کنم. ما برای بهبود برنامه همیشه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. شما با استفاده از اینترنت میتونید همیشه برنامه های ما را در سایت یوتیوب، صفحه فیسبوک کاروان و وبسایت صدای آمریکا نیز تماشا کنید. امید است همیشه با ما همراه باشین. تا بعد، خدا نگهدار.